خب بخشای دیگری از کتاب هنر چگونه اثر میکند خانم الین وینر رو دنبال کنیم فکر میکنم دیگه این احتمالا قسمت آخر خواهد بود چون در اواخر کتاب دو فصلش رو اختصاص داده به اینی که آیا هنر به رشد شناختی منجر میشه یا نه یعنی افرادی که بیشتر درگیر مسائل هنری هستند موسیقی نقاشی رمان آیا این به گسترش تفکر اینها هوش اینها مهارت اینها در حوزه های دیگه هم سرایت پیدا میکنه یا نه این پدیده رو اصطلاحا بهش میگن فار ترانسفر یعنی انتقال دور یعنی به عنوان مثال اگر شما یک فرض کنید ساز موسیقی رو خوب بلد باشید بنوازید آیا این کمک میکنه که مثلا در فیزیک شیمی ادبیات هم رشد بکنید آیا اینها به همدیگه در واقع حمایت میرسونند و همدیگه رو تقویت میکنند یا نه و میدونید که معمولا وقتی صحبت از این قضیه است تقریبا همه کتاب ها میان آلبرت انشتین رو مثال میزنند که بله ایشون هم ویالونیست بوده و هم فیزیکدان بسیار قوی بوده و اشاره میکنن که یک بخشی از توانایی ذهنی و هوشی او در منص... مسئله فیزیک نظری به این برمیگرده که ذهن موسیقی هایی داشته خانم الن وینر به عنوان یک روانشناس این پدیده رو دنبال کرده و نسبتاً یک بحث میشه گفت جامعی روی این قضیه ارائه در ابتدا میاد به منوگرام ها و مطالعات گسترده ای که نمرات افراد رو در آزمون SATA با سوابق هنری اونها مقایسه کردن میپردازه میدونید SATA یک نمره هست که شباهت به آزمون کنکور در کشور ما داره در واقع اسکولاستیک achievement test یا به, به قولی قول scholastic aptitude test که این نمره هست که معمولا دو تا شاخه داره یکی شاخه ریاضیات هست و دیگری شاخه کلامی هست mathematics and verbal که هرچی این نمره بالاتر باشه امکان پذیرش افراد در دانشگاه ها بیشتره افراد بسیار نخبه اونایی که در دانشگاه های خیلی تراز اول قبول میشن معمولا نمرات 1400 1300 اینا دارن و میانگین هول هوش رقم حدود 900 800 اینا در واقع نوسان میکنه در یک مطالعه ای اومدن بررسی کردن ببینن که که خود خانم وینر هم توی اون بوده که نمرات SAT افراد که حتی این رو هم بهتون بگم در مطالعات دیگه SAT رو گاهی اوقات به عنوان نایب یا جایگزین تست خوش هم حساب میکنن یعنی اگر شما نمره SAT تون بالاست شما رو افراد باهوشتری تلقی میکنن و نشون داده شده که با آزمونهای کلاسیک هوش همبستگی SAT حدود هفته هم هست یعنی تقریبا میتونه جایگزین اون حساب بشه مطالعه وسیع رو انجام داده روی تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان رقم ها رو شما نگاه کنید همگی در حد میلیونی هست که افراد دانش آموزان نمره SAT اونها رو اومده به عنوان مقایسه کرده با تعداد سالهایی که در کلاس های هنر شرکت داشتند ادهی بودن حدود دو میلیون و زار نفر که هیچ سالی کلاس یا کرس هنر شرکت نکردند این گروه دیگه که سه میلیون و خورده بوده یک سال کورس هنر شرکت کردن در دوره دبیرستانشون گروه دیگه دو سال سه سال و بالاخره چهار سال و نکته نو... که اینجا واضحه اینه که میبینید هر چقدر سالهایی که افراد کورس های هنر دوره های هنر گذروندن نمره ای شون بیشتر بوده به عنوان مثال اونی که چهار سال یا بیشتر از چهار سال گذرونده به طور متوسط نمره اسیتی اینها نمره کامپوزیتش یعنی مخلوط اون نمره کلامی و ریاضیاتی حدود 950 بوده در صورتی که اونی که هیچ دوره هنری شرکت نکرده 880 بوده و اونی که فقط یک سال کورس اضافه برنامه فوق برنامه هنری گرفته 900 تا بوده ببینید تفاوت خیلی محسوس و معنی داره متا خانم وینر به درستی میگه این دلیل نمیشه که در واقع این افراد دلیل افزایش و نمره اسیتی شون های هنر باشه میتونه اونوری باشه خب افرادی که باهوش افرادی که درسشون بهتره فرصت دارن وقت دارن در برنامه هنری هم شرکت میکنن به همین دلیل این همبستگی میتونه این باشه یا میتونه مال این باشه که خب افرادی که نمرات بالاتر اسیتی دارن معمولا از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی در وضعیت بهتری هستند اونایی که نمرات کنکور میارن حالا به استثناء ها شما دقت نکنید یه همبستگی وجود داره بین درآمد والدین و نمرات SAT که کودکان و فرزندان به دست میارن و خب طبیعتا اون خانواده های مرفه تر احتمالا بچه هاشون رو کلاس های انواع کلاس های هنری هم در واقع میذارن و اینجا تفکیک دو تا نمره هست که ببینید هم به نمره ریاضیات کمک کرده یعنی شما اونهایی که یک سال یا هیچ سالی شرکت در برنامه های فوق برنامه هنری نداشت. در مقایسه با اونهایی که چهار سال یا بیشتر داشتن و این نمرات کلامی اونها است که باز شما میبینید که تفاوت محسوسه و پیام ساده اینه که همبستگی وجود داره ولی اشتباه نکنید همبستگی به معنی علت نیست هر کسی سالهای بیشتری برنامه های هنری شرکت کرده نمره اسیتیش بیشتره منطقه کشف جالبی خانوم وینر کرده و جالبه با وجود اینی که خودش روانشناس هنر هست حالا خواهیم دید کم کم جنبندیش به این سو هست که این اثری که شما میبینی و در واقع افرادی که نمرات بالاتری در آزمون SAT دارند این به دلیل فعالیت هنریشون نیست این یک همبستگی غیر علی هست اینجا برنامه رو به این صورت دنبال کرده که شما ببینید نقش شرکت کردن در برنامه های هنری در افزایش نمرات SAT رو شما در اسلاید 108 مشاهده میکنید سالهای 1988 این همبستگی یا اثر متقابل کمتر بوده و همینطور که به سمت سالهای 1997 میریم به تدریج همبستگی و تاثیر. شرکت کردن در کلاس های فوق برنامه هنری بر نمرات SAT افزایش پیدا میکنه یعنی شما میبینید دانش آموزانی که 1988 فارغ و تحصیل شدن اونقدر هنر تو نمره اسیتیشون نقش نداشته که اونایی که در 1997 فارغ تحصیل شدن و به تدریج سال به سال شما می‌بینی این افزایش پیدا میکنه و این مسئله رو شما در رشته های مختلف هم میبینید باز اینجا تفکیک کرده اونایی که هیچ هنری شرکت نکردن میبینید نمرات پایین تر هست چه نمره ریاضیات و چه نمره کلامی در مقایسه اونایی که در هنرهای مختلف شرکت کردند حالا این هنرها میخواد رقص بوده تاریخ هنر بوده مسئله کارکرد موسیقیایی بوده تاریخ موسیقی بوده طراحی بوده یا دراما بوده یا هنر پیشگی پس میبینید هر نوع هنری ظاهرا همبستگی داره با افزایش نمرات SAT منتها دوستان من عزیزان من وقتی یک نفر عمیق به مسئله نگاه میکنه سری نتیجه گیری نمیکنه اینجا سری نتیجه گیری نکرده که اگر شما بچه رو دو سال سه سال بذارید کلاس های فوق برنامه هنر نمرات کنکورشون خود به خود بهتر میشه این اومده اینجوری قضاوت کرده از روی اسلاید 108 که شما میبینید همینطور که سال به جلو میره همبستگی شرکت در برنامه های هنری با نمره SAT افزایش پیدا میکنه این اینجوری میگه میگه به تدریج که ما داریم میریم جلوتر دانشگاه ها دوست دارن افرادی رو پذیرش بکنند که سوابق متنوع دارن تو تحصیلاتشون فقط درس نخوندن فقط کنکور ندادن دوست دارن افرادی رو بپذیرن که بگن به درس خوندن چه کار دیگه ای بلدی یا در واقع میشه گفت عملا چه هنر دیگه ای بلدی و این باعث شده که افراد و دانش آموزان نخبه رو بیارن به اینی که علاوه بر این که فیزیک بخونن، شیمی بخونن، ریاضیات بخونن، ادبیات بخونن، فعالیت های فوق برنامه هنری هم شرکت کنن به این امید که شانس قبول شدن و پذیرفته شدنشون در دانشگاه ها افزایش پیدا کنه. مطالعاتی که کرده این رو نشون داده که این همبستگی همبستگی علی نیست. یعنی شما بیای بری کلاس نقاشی، کلاس موسیقی، نمره کنکورت بهتر میشه. بلکه مال اینه اونایی که دیگه خیلی رقابتیان و همینطور که میبینید در اسلاید 108 دیدین رقابت همینجور بیشتر و بیشتر شده و دوست دارن توی اون آیوی لیگ دانشگاه های خیلی خوب پذیرفته بشن دیگه علاوه بر این که درس میخونن سعی میکنن هنرهای دیگه هم بلد باشن اون رزومهشون پر باشه و بتونن پذیرفته شن. پس تا اینجای کار خانم الن وینر یه جنبندی میکنه که برای البته این ببینید یه جنبندی خیلی سیاسی ها و یه مقدارم میتونه طبعات خیلی کلان اجتماعی داشته باشه که آیا مثلا بیان هزینه های کلاس های هنر رو در دبیرستان افزایش بدن به افزایش فیزیک و شیمی و ریاضیات کمک میکنه که خانم الن وینر معتقده که متاسفانه این گونه نیست هرچند چند آدم خیلی دوست داره اینجوری باشه ولی اون چی که شما در مورد آلبرت انیشتن میبینید احتمالا یک همبستگی غیر علی هست به اعتقاد خانم وینر و این یه مقدار باز میگم یه سری تبعات داره یعنی الان در کشور ما هم خیلی ها میپرسن که آیا مثلا اگه ما از سن پایین فرزندمون رو کلاس نقاشی بفرستیم فرزندمون رو بفرستیم موسیقی یاد بگیره این باعث میشه نمره کنکورش بهتر بشه ظاهرا مطالعات خانم الم وینر میگه نه این گونه نیست کمکی نخواهد کرد البته من قبلتر در مورد مقوله جنرالیست اون پدیده انسان هایی که در واقع چند بودی هستند و تو چند مقوله فعالیت می کتابی معرفی کردم و اشاره کردم که جنرالیست ها اصولا در دراز مدت افراد موفق هستند چون اینجا هم شما دقت بفرمایید که این همبستگی رو اومده با SAT نمره کنکور گرفته و همه زندگی که نمره کنکور نیست اصلا بخش کوچکی از موفقیت رو نمره SAT تعیین میکنه این فقط برای ورود به دانشگاه های خوب و در واقع م... معروف آمریکا شاید کاربرد داشته باشه و همین دلیل من فکر میکنم که این مقدار جنبندی خانم وینر یک مقدار هنوز میشه گفت زود هنگام هست که این اثر نداره آره در نمره کنکور ممکن اثر نداشته باشه شما وقت تو بذاری بری همون درس های کنکور رو بخونی خب نمرت بیشتر میشه طبیعتا تا اینی که ساعت زیادی رو صرف نقاشی و فعالیت های هنری دیگه بکنی حالا باز محورهای دیگه رو هم بررسی کرده مثلا اگر شما رمان بخونی کتاب داستان بخونی کتاب داستان های عمیق بخونی آیا این درک هیجانات توانایی شناختی و هیجانی شما رو گسترش میده یا نه یه عده از بچه ها هستن فقط فیزیک شیمی ریاضی میخونند درس میخونند یه عده دیگه هست که ادبیات دوست دارند و طی دوران دبیرستان طی دوران دانشگاه میان مسترپیس ها شاهکارهای ادبی رو میخونند آیا این روی سیستم شناختشون کمک میکنه؟ آیا این باعث میشه که توانایی های بین فردیشون بیشتر بشه؟ اینجا هم مطالعات کم دوستان به این راحتی نیست سنجیدن اینا چون ببینید شما به این راحتی نمیتونید مثلا بیای دو گروه کنی در رو بگی شما بیا چهار سال حتما رمان بخون کتاب های هنری بخون و بعد بیان ببینن که چه اثری روی توانایی های شناختشون داره اون مورد قبلی هم که شما دیدی اون حجم نمونه بسیار بالا اینا هیچ کدومشون در واقع کارآزمایی نبوده این نبوده که یه در رو بفرستن شما برو چهار سال هنر بخون یه در رو نفرستن و بعد بیان این دوتا رو با هم مقایسه کنن این همون گونه که بوده مورد بررسی قرار گرفته و همونطور که دیدیم دلیلی که اینا آوردن اینه اونایی که باهوشترن پرکارترن درس خونترن فرهنگ شده باب شده مد شده کنارش مرسوم شده حتما یه هنری هم داشته باشن و همین دلیل این همبستگی داره پررنگ تر میشه در صورت که نبوده حالا یه جریان مطالعه دیگه هم جالبه که توی همین کتاب بهش پرداخته این رو به نظر من از نظر ترز و متدولوژی و در واقع شیوه پژوهش جالبه که مثلا ببینید چه کار جالبی کردن مقاله مال 2006 توی کتاب خانم وینر بهش استناد شده از این مقالات زیاده و بحث رو سر این گذاشته که خب ما بیایم ببینیم اونایی که سابقه خوندن رمان دارن آیا از نظر روابط بین فردی و درک هیجان چهره در دیگران موفق‌تر یا نه چون میگن وقتی شما رمان میخونی تو قالب اون شخصیت ها میری یا رمان هایی که شاهکاره های هنری هستند قدرت بالایی در توصیف هیجانات عواطف و حالت های روانی انسان ها دارند پس شما اگر از سن پایین اینا رو بخونی در واقع آشناتر خواهی بود مقاله جالبی است بوک ورمز ورسس نردز این حالا تو فارسی به راحتی ما نمیتونیم اینا رو ترجمه کنیم Bookworm میشه کرم کتاب و نرد رو شاید ما به عنوان خوره یا بچه خرخون حساب کنیم ولی در اینجا منظورش اینی بوده بوکورم اونایی هستند که رمان میخونن کتاب های هنری میخونن نرد ها اونایی هستن که فیزیک شیمی ریاضی میخونن یعنی درس خونای حرفه ای یا علاقمندان به علم کتاب های علمی میخونن دوست دارن راجع به کرات و سیارات و نمیدونم میکروب ها و مسائل فیزیک شیمی بخونن یه دی دیگه هستن که ذوق هنری دارن کتاب های هنری میخونن زیاد و اونا رو اومده گفته بکورم و اون یکی ها رو اومده گفته نرد البته این رو به صورت تحقیرآمیز نگفته اومده از اسلنگ از اون اصطلاحات عامیانه استفاده کرده بوکورم ها رو اونایی که کارهای هنری زیاد میخونند رو چجوری اومده متمایز کرده از اونهایی که کتابهای نان فیکشن در واقع علمی میخونند به این صورت که اومده فهرستی از نویسنده های مشهور تهیه کرده من به این عکس ها برمیگردم فهرستی از نویسنده های مشهور تهیه کرده و پرسیده کدومی که از اینا رو میشناسید و تو چه حوزه هستند فرضش بر اینه اونایی که کتاب های علمی میخونند احتمالاً نویسنده های کتاب های علمی رو میشناسند و اونهایی که علاقه زیادی به خوندن ادبیات رمان رمان های تخیلی رمان های در واقع بین المللی اینها دارند و به ادبیات جهان مسلطن نویسنده های اینها رو بیشتر آشنا هستند حالا شخصا به عنوان مثال من خودم دیدم توی اسلاید بعدی خیلی موفق عمل کردم خیلی از اونها رو شناختم ولی این اسلاید رو که مربوط به اون بوکورم ها اونایی که هنری هستند نشناختم یک داد زیادی اسم گذاشته حالا امیدوارم شما با این اسما بیشتر از من آشنا باشید و یکی یکی خونده و گفته که آیا اینا رو میدونیم پخش و پلا کردن دیگه با اسمای بعد و یه سری اسم ساختگی به عنوان اینی که یه کسی نباشه یه علکی همه رو بگه میشناسم اگر اون اسمای ساختگی رو میگفته میشناختم اون موقع نمرش کم میشده اینها افرادی هستند که در حوزه فیکشن هستند و این یکی نان فیکشن هست من خیلی از اینا رو شناخته بودم ولی قبلی ها رو متاسفانه با اوج شرمندگی خیلی هاشون رو نشناختم اینجا شما افرادی رو میبینید مثل استفان هاکینگ هست استفان جی گولت هست ریچارد داکینز هست توماس کون هست ارنس مایر هست مت ریدلی هست جان مینارد سمیت هست جالب از چند تا اینا من حتی کتاب تو اینستاگرام معرفی کردم یا نویسنده های کتاب های روانشناسی رو شما اینجا میبینید میشل فوکو هست برتران راسل هست آنتونیو دامازیو هست دانیل گولمان هست جفری گری هست جوزف لودو هست الیور ساکس هست اینا بودن و و افرادی که در واقع نرد بودن احتمالا بیشتر اینا رو میشناختن با این توصیف من به سمت نرد ها باید برم و اونهایی که اد... کارهای ادبی بوده بیشتر اینا رو میشناختن بکورم ها و گفتم یه سری کتاب هایی هم بوده که سا... نویسنده هایی بوده که ساختگی بودن و اگر تلفین این رو میگفته میفهمیدن که این مثبت کازه به این همه رو داره علکی میگه خب و تست چی بوده؟ تستی بوده به نام تشخیص هیجان در چهره یا تشخیص هیجان در چشمها این آیز تست معروفه یه تعدادی عکس به این صورت تهیه کردن این تست معروفه و از افراد میپرسن که این تو چهرش چی هست شاده، غمگین متعجبه البته به صورت چهار گزینه اطراف عکس چهار تا گزینه میاد و میگه به کدوم یک نزدیک داره. شما انتخاب بکن یا این رو این مثلا نگران عصبانی افسرده است خوشحال هیجان زده است یا این یکی حسودی شده نمیدونم عصبانی مستربه و سوال سر این بود که آیا بکورم ها بهتر از نرد ها اینها رو تشخیص میدن یا نه جوابی که این مقاله گرفته یک بله قاطع بوده بله اونهایی که رمان میخونن تواناییشون بهتره و اونها میتونن بهتر در واقع اون چهره رو شناسایی بکنن ولی باز میدونید این دلیل نمیشه یعنی خب ممکن آدمایی که به امور بین فردی علاقه دارند به هیجانات علاقه دارند یا اصلا اصولا رویکرد ذهنیشون بین فردی هست خب اینا طبیعتا به ادبیات هم بیشتر علاقمند میشن به افرادی که راجب هیجان می بیشتر علاقمند میشن و میرن شاهکارهای ادبی و هنری رو میخونن باز رابطه علی و معلولی تایید نمیشه برای رابطه علی و معلولی گفتم ما نیازمند آزمایش هستیم یعنی افراد رو دو دسته بکنیم به یه عده بگیم بیا بشین کتاب های ادبی بخون به یه عده دیگه بیا بشین کتاب های علمی بخون و بعد ازشون این تست رو بگیریم در مقاله جالبی به نام Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind نوشته کید و کاستانو 2013 به این مسئله پرداخته این مقاله خیلی سر و صدا کرد توی ژورنال مشهور و معروف ساینس چاپ شد هفت سال پیش و یافته خیلی همچین تاثیرگذار گذار بود یه در آورده بودن گفته بودن بشینید قطعات ادبی بخونید یه در راجع به فیزیک شیمی دستگاه ها بخونید و بعد ازشون همین تست Reading the Mind in the Eyes Test RMET یعنی ذهن خانی در تست چشم ها همون عکسایی که نشونتون دادم ها رو نشون دادن و گفتن بگو این مثلا تو ذهنش چی است چه هیجانی توش هست به این میگن تست آر ام the mind in the eyes این تست و این تست معتقدن هر چقدر شما قوی تر باشی از اون محور حالت اوتیستیک دورتری و در روابط بین فردی و شناختن هیجانات در اطراف و افراد موفق در عمل می‌کنی. خب یافته های این مقاله خیلی به قول معروف دلگرم کننده بود و خانم وینر گفت این اگر خب تایید میشد خیلی چیز خوبی بود ببینید چند قطعه کرده بود یه عده‌ای که لیترری فیکشن خورده بودن فیکشن های ادبی بودن یه عده نوشته های پاپ خوندن یه عده هیچی نخوندن و یه عده نان فیکشن خوندن تو چند مطالعه مختلف و چیزی که تو این مطالعه در آورده بود این ها همش تفاوت معنی دار نشون داده بود اونایی که لیتریری فیکشن میخونن حالا به صورت خیلی زیاد نه ولی در حد مثلا 5 درصد 10 درصد ببین مثلا نمرات 25 در مقابل 23 هست نمیدونم 26 در مقابل 23 هست یعنی 26 نمره مثبت توی اونایی که ادبی خوندن در مقابل 23 نمره مثبت اونایی که مثلا شاکار ادبی نخوندن یک رمان سطحی خوندن چون تو اون دیگه اون هیجانات و پرسپکتیو و اون دیدگاه های درونی افراد مطرح نمیشه خب گفتم این مقاله خیلی طرفدار پیدا کرد و توی مقالات و روزنامه ها و رسانه های جمعی خیلی به اون اشاره شد که اگه میخواین بچه تون از اون حالت های در خود فرو رفتگی خارج بشه در اون حالت های نمیدونم اوتیستیک حالت های افرادی که میگن تئوری آف مایندشون ضعیفه اونهایی که نمیتونن ذهن دیگران رو خوب بخونن تو روابط بین فردی از درک هیجانات دیگران عاجزن وقتی طرف مقابل ناراحته نمیفهمه وقتی طرف مقابل سعی داره اشتیاقش رو نشون بده متوجه نمیشه یا حرفای میزنه که دیگران آزرده میشن و به خودش مثلا حرف خوبی زده شوخی های دیگران خوب نمیگیره اینا افرادی هستن که میگن تئوری آف مایند ضعیف دارن و این مقاله نشون داده بود به صورت حالا آزمایشی در کوتاه مدت شما یه ذره کارهای ادبی بخونی تئوری آف مایند بچت بهتر میشه خب خیلی ارزش داشت میدونی این معنیش اینه که شما باید تا اونجایی که میتونی فرزندان خودتون رو تشویق کنید که رمان ها رو بخونن و سعی کنند در واقع ذهن پویاتری رو کسب کنن تا خانم وینر میگه آره هممون دوست داریم این درست باشه هر هنر دوستی اینو دوست داره درست باشه یعنی شما وقتی شاهکار و یکی از قسمت های اصلی که خیلی انتخاب کرده بودن نوشته های چخوف بود و شما وقتی میخوای بگی که مثلا چخوف شاهکاره میگی که ببین حتی رشد میده مغز تو ولی متاسفانه دی بسیج شدند البته این بسیط شدنشو نمیگم جوابشون متاسفانه که این پژوهش در واقع کید رو تکرار کنند پژوهش 2013 رو حدود 5 سال روش کار کردند تا مقاله 2018 در اومد does a single session of reading literary fiction prime enhanced mentalizing performance که در واقع آیا یک جلسه خوندن یک اثر ادبی ذهن شما رو در خوندن در واقع ذهنهای دیگه منتالیزیشن اون توانایی ذهنخانی توانایی درک هیجانات در دیگران یاری میکنه یا نه اون متاسفانه که گفتم مال اینجا بود نه کار پژوهش اینا چهار گروه چهار پژوهش کردن for replication experiments of kid and castano یعنی چهار تا گروه چهار جای مختلف این کار رو تکرار کردن و جواب هر چهار پژوهش منفی بود یعنی نشون دادن که به این راحتی هم نیست شما رمان بخونی و ذهنت اونقدر باز بشه پس این قضیه تا اینجای علم این رو میگه که اگر اثری داشته باشه اثری پیچیده دراز مدت و در طی عمر ولی در حد نمره کنکور یا یه جلسه دو جلسه نیست سوال بعدی روی ریاضیات چی؟ همون مسئله که در مورد انشتن گفتیم آیا شما بری گروه های موسیقی شرکت کنی؟ و توی ساز و موسیقی و آواز و اینا فعال باشی؟ آیا این ذهن ریاضیاتی شما رو تقویت میکنه؟ آیا از این جنبه کمک میکنه؟ خب روی این هم پژوهش‌های زیادی صورت گرفته یکی از پژوهش هایی که و بعد اینم بهتون بگم دوستان عزیز گفتم در آمریکا این قضیه خیلی سیاسی میشه خیلی از سناتورها نماینده ها افرادی که میخوام رئیس جمهور بشن به اینا استناد میکنن مثلا میگن ما میخوایم بودجه فعالیت های هنری فوق برنامه رو توی مدارس افزایش بدیم مدارس دولتی به چه نیتی به این نیت که فیزیک و شیمیمون جلو بیفته و تو رقابت مثلا فضایی از کشورهای دیگه جلو بزنیم از کامپیوتر جلو بیفتیم در علوم بنیادین مثلا از چین و روسیه جلو بیفتیم و این بودجه خیلی زیادی خواهد بود پس این پژوهش ها اهمیت دارن این مقاله که به عنوان مستر پیس حساب میشه و خانم وینر به صورت مبسوط توی کتابش به اون پرداخته مقاله کترال هست 1997 این مقاله حالا من بخشایشو رو خدمتتون عرض خواهم کرد Involvement in the arts and success in secondary school در گیر شدن در هنر و موفقیت در دبیرستان این به صورت یک منوگرام در, در در 1997 چاپ شده خب این چه یافته هایی داشته باز با هم یافته ها رو مرور کنیم این یه مقدار شباهت داره با همون کارهای خانم وینر و نمرات اس اومده بود افراد رو اینجور در نظر گرفته بود خب توی دبیرستان بیا ما یک چارک چارک کنیم یک چهارم اول یک چهارم دوم یک چهارم سوم یک چهارم چهارم یک چهارم اول اونایی یعنی هستن که بیشترین ساعات حضور در کلاس های هنر، نقاشی، موسیقی، تئاتر دارند و شاید کلاس های فوق برنامه میرند در چند نفر رو سنجیده بود؟ در پنج هزار نفر یعنی رقم بالا بالاست و چارک پایین اونایی که تقریبا هیچی ندارند دیگه یعنی تو حوزه هنر هیچ فعالیتی ندارند و اومده بود از چند نظر اینها رو در واقع با هم مقایسه کرده بود گرفتن نمرات A و B در ادبیات انگلیسی چارک بالای هنری 79 ممیز دو درصد گرفته بودند چهارک پایین هنری 64 ممیز دو درصد نمره بالاتر از میانگین در کل آزمون ها 66 ممیز 8 درصد 42 7 درصد پس یعنی اون هنری ها نمراتشون هم بهتره ترک مدرسه در کلاس دهم ده یعنی این دانش آموزان سال هشتم رو اومده بود دنبال کرده بود فالو کرده بود دیده بود ترک تحصیل توی اون چارک پایین تقریبا چهار برابر چارک بالایی هست رقم کلا زیاد نبوده یک ممیز چهار درصد اومدن کلاس دهم ده یعنی دو سال بعد مدرسه رو ترک کردن در صورتی که تو اون گروهی که هیچ فعالیت هنری یا حداقل فعالیت هنری رو داشتن چهار ممیز هشت درصد و احساس کسالت و ملالت در مدرسه که باز میبینید تفاوت خیلی زیاد نیست ولی اونایی که چارک بالای هنری بودن کمتر این حالت ها رو داشتن پس جمبندی کترال این بود که هنر کمک میکنه یه همبستگی داره که افراد وقتی میان میرن توی فعالیت های هنری یه مقدار بهتر شن ولی خب میبینید خیلی همچین در واقع پررنگ نیست یا باز اومده بود کلاس های دانش آموزان کلاس دهم ده رو بررسی کرده بود چیز جالبی که متوجه شده بود اینه دوستان عزیز این یه بخش رو دقت بفرمایید به خصوص اون خانم ها و آقایونی که میگن فرزند دبیرستانی دارن دیده بود که اونایی که تو فعالیت های هنری شرکت میکنن خب وقتی شما برای فرزندتون فعالیت هنری نقاشی موسیقی شعر تئاتر اینا انجام میدید فقط نمراتش بهتر نمیشه یه اتفاقی میفته که بعضی گفتن این دلیل بهتر شدنشونه دلیل کاهش کسالت و روحیه بهترشونه و اونم تماشای کمتر تلویزیون هست یعنی اون ساعاتی رو که اینا میرن فعالیت هنری میکنن کمتر تلویزیون نگاه میکنن اونایی که چارک پایین بودید بودن ببینید بیشتر از بیش از سه ساعت تلویزیون 34 درصد بودن در صورتی که اون چارک بالای هنری ها 20 درصد بودن یعنی تلویزیون بیش از 3 ساعت در روز در صورتی که کمتر از یک ساعت در روز که اتفاق خوبه در چارک بالای هنری 28 درصد بوده در چارک پایین هنری 15 درصد بوده به عبارت دیگه وقتی شما در فعالیت های هنری شرکت میکنید از تماشای تلویزیونتون در روزهای هفته کاسته میشه و این همبستگی بالایی داره با موفقیت تحصیلی و سلامت روان دوستان عزیز متاسفم اینو بگم ولی کم کم داره باور شخصی میشه همه جای دنیا نه ایران بلکه تو کل دنیا تلویزیون به نظر میاد چیز خیلی جالبی نیست و آدمهایی که بالای سه ساعت در روز تلویزیون نگاه میکنند یه همبستگی داره با افت تحصیلی مشکلات روانپزشکی کاهش احساس رضایتمندی از زندگی حالا بین خودمون باشه چیز جالبی نیست دیگه حداقل نگاه میکنین زیر یه ساعت نذارید یه ساعت رد شه و این ربطی به تلویزیون ما نداره همه جای دنیا اینه به نظر میاد این جعبه جادویی کمش خوبه ولی وقتی زیاد میشه واقعا رو اعصاب انسان ها میره و چیز جالبی در نمیاد و در واقع دیده بودن که اگر شما بچه رو برید تو کلاس فوق برنامه ثبت نام کنی نمراتش بهتر میشه ولی بخشی از این مال اینه که اون ساعتی که داره میره نقاشی تمرین کنه اون ساعتی که داره میره موسیقی تمرین کنه خوشبختانه پای تلویزیون نیست و تاثیرات سو از تلویزیون نمیگیره و این نکته جالبی است خب مقالات دیگری هم کنار این اومده uh, البته چیزهایی که در آورد اینه که آره فعالیت برنا... فوق برنامه هنری کمک میکنه به عنوان مثال این یکی مقاله رو نگاه کنید Living the Arts Through Language and Learning A Report on Community Based Youth Organizations uh, مال جورنال Americans for Arts uh, for the Arts Monographs این مونوگراف هاییه که به صورت سالانه چاپ میشه اونایی که 9 ساعت یا بیشتر فعالیت هنری فوق برنامه در هفته داشتند یعنی بچه ها رو بفرستی به طور متوسط 9 ساعت در هفته فعالیت هنری فوق برنامه داشته باشند دیده بودند که در دبیرستان 83 درصد جایزه حالا درسی میبرند در صورتی که میانگین کشوری آمریکا 64 درصده پس در واقع در فعالیت های هنری شرکت کردن با افزایش بردن جایزه های در واقع ملی جایزه های منطقه استانی حالا مدرسه ای اینا همراه کمک میکنه متا همین مقاله این یافته جالب دیگه هم داشت این کلیک کنم یه ذره برای شما شاید دل سرد کننده باشه و اونم اینه که فعالیت فوق برنامه ورزشی هم همین کارو میکنه به عبارت دیگر فعالیت فوق برنامه هنری گفتیم از ساعت تلویزیون میکاهه درس رو بهتر میکنه باعث میشه شما جایزه های بیشتری در حد استان و مدرسه و نمیدونم ایالت و شهر و شهرستان ببرید ولی فعالیت های فوق برنامه ورزشی هم همین کمک رو میکنه پس این مفهوم فوق برنامه بودنه که کمک میکنه نه صرفا یاد گرفتن ویالون که کمک کنه درست بهتر شه و شاید همون فوق برنامه ورزشی هم باز کمک میکنه کمتر تلویزیون نگاه کنی و سیستم شناختیت بهتر توسعه پیدا بکنه. باز در مطالعه دیگه نمره SAT دانش آموزان دبیرستانی رو دیده بودن که اگر شما چهار سال کلاس های هنری فوق برنامه در مقایسه با یک سال داشته باشی یعنی توی دوره دبیرستان چهار سال داری پیانو کار میکنی چهار سال نقاشی کار میکنی در, مقابل، در مقایسه با اونی که فقط یه سال کار کرده نمره SAT کلامی شما چهل شماره و ریاضیات شما 23 شماره بیشتر خواهد پس اینم در نگاه اول دلگرم کننده است ولی در حوزه هنر وقتی این قسمت رو نگاه میکنید من کلیک کردم اگر به جای کارهای هنری چهار سال کلاس زبان بری به صورت فوق برنامه حتی اثر پررنگتری داره یعنی معنیش اینه که شاید بعضی از خانواده‌ها دارن بچه‌هاشون رو کلاس زبان میفرستن به صورت فوق برنامه فوق برنامه شاید اینم با این پژوهش خیلی بیشتر همخوانی داره چهار سال کلاس زبان به صورت فوق برنامه در مقایسه با فقط یک سال یعنی بری یک زبان دوم یاد بگیری باعث افزایش 121 شماره SAT کلامی و 57 شماره در واقع علوم میشه نمره علوم فعالیت های علوم ببخشید یعنی این تو کلامی افزایشش خیلی پررنگه فوق برنامه علوم در محور ریاضیات پس پیام ساده ای که اینا میدن اینه توی اون بررسیهایی که اومدن فرد رو فرستادن توی یک برنامه یعنی گفتن خب بیا نسبت به بقیه ما این رو اضافه به شما میدیم هنر کمک کرده ولی فوق برنامه زبان و فوق برنامه علوم مثلا کتاب کلاس کامپیوتر میشه کلاس مثلا طراحی صنعتی میشه اینها خیلی بیشتر بر نمره SAT اثر داشته خب پس تا اینجا جمعبندی به نظر میاد خیلی برای لاعقل در علم کوتاه مدت ما دقت بفرمایید اینا علم قاطع نیست اینا کوتاه مدت من عرض کردم نمره SAT همه چی رو تعیین نمیکنه ولی معنی سادش اینه دوستان که لاقل یافته های علمی اینو میگند که اگر شما هدفت فقط کنکور و قبولی در دانشگاه خیلی کلاس هنری به فرزندتون کمک نخواهد کرد اگر بکنه از راه کاهش فعالیت های مخرب مثل تماشای تلویزیونه و در کنار اون اگر شما کلاس های فوق برنامه به صورت زبان خارجه یا کلاس های فوق برنامه علوم مثلا گفتم کامپیوتر نمیدونم الکترونیک اینا شرکت بکنه اینا خیلی نمرات SAT رو بیشتر ارتقا میده ولی باز هم من این رو عرض میکنم هم خانم وینر عرض کرده همه گفته ببخشید من عرض کردم ایشون اشاره کردم نمره SAT همه چیه زندگی نیست و در واقع SAT رو حالا وزارت آموزش پرورش آمریکا خیلی روش اساسه وزارت علوم آمریکا روش اساسه ولی تمام زندگی افراد که کنکور رو اینا نیستش هنر یک جنبه های دیگری داره ولی اشکالش اینه که ما به راحتی نمیتونیم دیگه اونا رو اندازه گیری کنیم دیدین حد اکثر پژوهشایی هایی که صورت گرفته بود در حد این بود که مثلا شما چند دقیقه رمان بخونید و بعد ببینن که روی ذهن شما اثر میذاره نه در دراز مدت ممکن اثر داشته باشه ولی لا اقل علم روانشناسی با ابزارهای موجود نمیتونه اون رو نشون بده و در این حال مردم هم موش آزمایشگاهی نیستند که شما ده سال یکی رو بفرستی مثلا کلاس هنر و بعد ببینی که آیا در ازدواجش در زندگیش در درآمدش، در حوضهای دیگه آیا اثر داره یا نه دیدیم اثر داره ولی اثر نمیتونه اللی باشه ممکنه دلیل دیگه داره خب خانواده هایی که رفاه بیشتری دارن شادابی بیشتری دارن فعالیت های فوق برنامه بیشتری هم خواهند داشت پس به این راحتی نیست قضیه به خصوص که یافته های بعضی کشورهای دیگه چیزهای دیگه میگه این هلند هست و این انگلستان در انگلستان دیدن اون رابطه SAT و فوق برنامه هل... هنری پیدا نشد چرا چون خیلی از مدارس دولتی هن و در این حال اون رقابتی که تو آمریکا باب شده که فرض کن رزومت رو پر کنی می نویسی علاوه بر اینکه نمرت بالاست بلدی پیانو بزنی و توی کارهای نقاشی و خط و اینا هم فعال بودی بتونه یک رزومه چاختری برات فراهم کنه خیلی کاربرد نداره پس تو توی هلند این رابطه پیدا نشده و جالبه توی انگلیس رابطه رو معکوس دیدند یعنی اونایی که فعالیت های هنری تو دبیرستان میکنند نمرات فارغ و تحصیلشون پایین تره و در واقع میگن پس ببین خیلی مسائل فرهنگی توش نقش داره چرا تو انگلیس پایینتره اینجوری دیدن دیدن اون بچههایی که از پس درس های ریاضی بر از پس فیزیک شیمی علوم برنمیان اینا برای اینکه در حال توی دبیرستان بمونن میرن رشته های هنری رو انتخاب میکنن برای اینکه ساعتشون پر بمونه و از طرفی چون دولت در واقع تشویقشون میکنه که در حال توی دبیرستان بمونن اینا شیفت میکنند از رشته های علوم پایه مثل علوم تجربی و ریاضی به سمت رشته های هنری و هنرستانی پس به همین دلیل یک رابطه معکوس میبینی هر کی بیشتر تو هنر درگیره نمرات در واقع اون کنکور مانندش کمتر هست پس ببینید چقدر مسائل فرهنگی میتونه توش داشته باشه حالا شاید تو بعضی شرایط این اتفاق در کشور ما هم بیفته مثلا میگفتن از دیرباز که مثلا دیپلوم ریاضی خیلی سخت بوده و اونایی که نمیتونستن دیپلم ریاضی بگیرن میرفتن رشته دیگه پس به همین دلیل اینی که صورت کاذب شما یک تفاوتی ممکنه ببینید یا مطالعه دیگری که این هم مال 1999 هست تست DCAT Developing Cognitive Abilities Test تست رو اومده سنجیده باز اینا کارازمایی اینا خوبیش اینه که اومدن افراد رو دو دسته کردن برای چهار سال افراد رو به دو د... برای سه سال ببخشید The effects of three years of piano instruction on children's cognitive development در واقع اثر سه سال کار کردن با پیانو نواختن پیانو در توانایی های شناختی کودکان این کاری که کردن اومدن برخلاف اون قبلی ها گفتیم این دیگه همبستگی میتونه الی باشه با پول پژوهشگران گفتن خیلی خوب یه در رو ما میاییم به صورت در واقع تصادفی میذاریمشون توی کلاس پیانو شرکت کنن یه ده گروه کنترل رو هم این رو نخواهند داشت و بیایم ببینیم که توانایی های شناختیشون همون مسئله هوشی چگونه هست تست DCAT Developing Cognitive Abilities Test و چیزی که متوجه شدن اینه که شما در این پژوهش میبینید تو سال اول و دوم اونهایی که در فعالیت پیانو شرکت کردن نمراتشون یه چیزی حدود ده درصد بیشتر شده می‌بینید یک فاصله افتاده یعنی تو یکی دو سال نواختن پیانو کمک کرده که خوش اونایی که می نوازن افزایش پیدا کنه دی سی ای تی تقریبا میشه اون رو تست خوش تلقی کنید ولی اتفاقی که افتاده اینه که ببینید این پژوهش از 1994 بوده تا 97 سه سال طول کشیده در 97 دوباره دو گروه به هم رسیدن نتیجه ای که نویسندگان گرفتن اینه که آره فعالیت های هنری به خصوص موسیقی در کوتاه مدت به افزایش توانایی شناختی افراد منجر میشه ولی در دراز مدت بقیه کودکان هم از راه های دیگه جبران میکنن و بهش میرسند این یه مقدار با اون آرزوی بعضیا که بهش میگفتن موتسارت افکت که اگر بچه ها به موسیقی به خصوص موسیقی موزارت مواجه بشن یا توش کار بکنن هوششون جلو میفته یه مقدار بطلان میکشه بر اونها میگه آره موقتا ممکنه یه خورده جلوتر باشن ولی در نهایت دو گروه به هم میرسند و در واقع این پژوهش دیگه هست شلنبرگ پژوهش کرده Music lessons enhance IQ هم باز یافتش این بوده که آره اگه 36 هفته توی 144 نفر این رو بررسی کرده 36 هفته افراد رو بیاین توی فعالیت‌های موسیقیایی حالا چه به صورت خوانندگی و چه به صورت فعالیت روی کیبورد در مقایسه با اونایی که این دریافت رو ندارن شرکت کنن هوش یه عده افزایش پیدا میکنه و چند واحد در واقع جلو خواهد بود ولی ببینید خیلی همچین خیلی نیست اون گروهی که دریافت نکردن خوششون بعد از 36 هفته 99 بوده در صورتی که اونایی که کیبورد کار کردن 102 بوده این تقریبا میشه گفت دو یا سه شماره آیکیو رو افزایش داده و در واقع 36 هفته کار کردن با آلات موسیقیایی یه مقداری به افزایش آیکیو منجر شده ولی اونم برای یک سال همونطور که دیدیم تو پژوهش قبلی هم این پدیده بود یه مختصری هوش اف بالا ولی بعدا اون گروه دیگه بهش رسیدن اصطلاحا کچاپ کردن و بهشون در واقع بازگشت کرد و در اینجا شما میبینید باز به صورت نمودار رسم کرده اونایی که چه توی خوانندگی بودن توی ویس بودن و چه اونایی که با کیبورد کار کردن میزان افزایش آی یه تفاوت معنیداری با اونایی که توی در واقع موسیقی شرکت نکردن وجود داره خب این شاید باز یک یافته بود که کمک کنه دیدین این دو تا مقاله مال سالهای 2004 و 1999 بود بعد از اون تعداد زیادی مقاله صورت گرفت که همش این بوده که ببینن آیا واقعا شرکت در موسیقی باعث افزایش هوش میشه وقتی متا آنالیز کردن یعنی تعداد زیادی مقاله رو جمع کردند جواب تعدیل شد و شما آنچه که میبینید مال سال 2016 هست و در واقع یک چیز حدود 15 سال پژوهش‌های های بعدی رو دنبال میکنه و جواب نهایی شما براتون اینجا با ضربین بزرگ میکنم اینه اثر میبینید خیلی کم هست یعنی تقریبا شاید یک یا دو شماره IQ به زور یعنی مثلا اگر اونایی که شرکت میکنن 102 بشن اونایی که شرکت نمیکنن 101 یا 100 هستند و خیلی پررنگ نیست پس جهانبندی که ما اینجا داریم اینه که توانایی های شناختی به راحتی دستخوش تغییر نمیشند به کمک موسیقی و اگر موسیقی و ادبیات و هنر کمک بکنه من فکر میکنم واقعا به جنبه های لذت زندگی احساس خوب بودن و احساس میشه گفت چند بودی بودن هست ولی تو تست های متعارف خوش خیلی خودش رو نشون نخواهد داد این پدیده رو ادعی بهش همون ترانسفر میگند یعنی خیلی ها سوالشون اینه که آیا ما با پدیده ی ترانسفر مواجه میشیم ببینید یعنی انتقال یعنی اینه که اون توانایی بتونه به حوزه های دیگه منتقل بشه یعنی شما اگر خوب پیانو بنوازی باعث بشه جبر و مثلثات رو بهتر بفهمی جوابش اینه که نه به نظر میاد اینا مقوله های جدا از هم هستند اگرم کمکی به شما میشه این کمک موقتی است راه های دیگه ای داره و همه فعالیت های فوق برنامه این کار رو میکنن یعنی کلاس بسکتبال بذاریش کلاس بکس بذاریش کلاس زبان دوم سوم بذاریش باز به رشد هوشیش کمک خواهد کرد و لزوما از راه هنر این اتفاق نمی‌افته. اینجا یه مقدار خانم وینر میگه دوست داشتیم جور دیگه باشه ولی باید علم رو به صورت بیطرفانه عرض کرد با این حال اصلا این به این معنی نیست که شما فرزندانتون رو برای فعالیت های هنری تشویق نکنید منتها معنیش اینه که اگر انتظار دارید که اسکیل ترانسفر بشه اون ترنسفر گفتم که اگر این خوب پیانو میزنه بعدا بتونه جبر و مثلثات بهتر نمره بیاره این کمکی نمیکنه اون مثال انیشتن یه مثال خاصه که افتاده سر زبان های اسطوره شده یک افسانه شده نیازی نداره شما نوبل فیزیک میخوای ببری حتما بلد باشی که خوب پیانو بزنی خوب ویالون بزنی یا اینی که نقاشی رز کنی ولی اونا برای دل خودت اگه میخوای حتما دنبال کن پژوهش برای اینی که آیا اون روی خوشبختی انسان ها اثر میذاره یا نه خیلی دشواره عزیزان من برای اینکه شما به این راحتی نمیتونی انسانها رو به گروه های مختلف تقسیم بکنی و در این حال سنجش اون پارامترها به راحتی سنجش چند تا دیدن هیجان در چهره یا خوندن ذهن افراد بر اساس نگاهشون یا حل کردن چند مسئله در واقع تست هوش نیست خب در اینجا او کتاب خانم وینر تموم میشه من توصیه میکنم واقعا این کتاب رو بخونید چون در واقع میشه گفت فرایندهای دیگری رو هم تو شما متوجه خواهید شد چون من در در واقع موارد بعدی سعی میکنم کتاب های دیگه رو خدمتتون معرفی بکنم و این خط رو دنبال بکنیم که زائقه ما گرایشات ما چقدرش تحت تاثیر دیگران فرهنگ و جمع است و شما خواهید دید که بخش زیادی از توانای های شناختی ما هوش ما قدرت هیجانی ما اراده ما توان کار کردن ما خوشبختی ما زائقه ما گرایشات ما محصول جمع هست نه تراوشات خالص درونی ما ما گفتیم که زائقه گفتیم یه پدیده است که کاملا فردیه درسته در اوایل این مبحث خاطرتون باشه دیدید مردم نمره دادن که در زائقه هیچ مناقشه ای نیست هر کسی یه زائقه داره ولی خواهیم دید که حتی زائقه ما اینی که چه غذایی رو ترجیح میدیم برخلاف تصور اولیه بیش از اونی که بیولوژیک باشه محصول اجماع و همفکری و همگرایی جمعی است من یه محبس کوچکی رو دو سه روز آینده خدمتتون ارائه خواهم داد به نام معمای فلفل خواهش میکنم اون رو دنبال بکنید چون فلفل سمبل زائقه است دیگه یا شما فلفل دوست داری یا نداری و این سوال کرده که دوست داشتن فلفل از کجا میاد چون فلفل از نظر بیولوژیک کاملا یک عنصر آزاردهنده است این گونه نیست که بعضیا فلفل دوست دارن چون مثلا مغزشون یه جوریه یا سلولاشون یه جوریه فلفل برای همه دردناکه ولی بعضیا از فلفل واقعا لذت میبرن پس فقط هنر نیست فقط موسیقی غمناک نیست که ممکنه تحت تاثیر جمع یک هیجان مرکب و پیچیده ایجاد کنه یعنی شما بگین میدونم این ساز غمناکه و احساس سدنس قم سوگی به من میده ولی دارم ازش لذت میبرم یه عده حتی سبقت گرفتن گفتن موسیقی رو بذار کنار هنر رو بذار کنار یه چیز خیلی ساده تر اون سوزانندگی فلفل بر نوک زبان شما این تحت تاثیر فرهنگ میتونه به یک عمل لذت بخش تبدیل بشه یعنی شما فلفل تند رو میخوری و میگی به به چقدر این غذای تند بهم لذت داد در صورتی که تمام گیرنده های درد شما دارن با تمام توان شلیک میکنند و به شما هشدار رو میدن که آی سوختم آی سوختم ولی شما لذت خواهید برد یعنی علم حتی گفته که ما از هنر هم رد کردیم از هنر هم گذشتیم پایین تر از اون هم میتونه حتی تحت تاثیر دینامیک اکتسابی جمعی و فرهنگ تجمعی صورت بگیره از توجه شما سپاس